یادم من یه بار آقای احمد مسعود منو دعوت کرد، خانم مسی گوشات با خانم ناهید برنامه داشتن که اونجا هم شما می نواختین. بله خاطرش به ناهید هم آهنگ داده، اون آهنگ معروف ما رفتیم بای بای. درسته؟ بای بای اونم جزو مامانیاتونه؟ ما رفتیم بای بای برای ناهی جان بای کار زیاد ساخته مامانی بوده، برای ناهید مامانی بوده خب اینکه برایش کار کرده، خیلی این آهنگش گرفت. من احساس دارم، شاید اشتباه باشه، ولی با آقای ستار شما زیاد همکاری کردیم. خیلی بعد که گفتم نمیتونم یادم نیست اصلا چیا برایش روز کردم. نگه ستار یک کتابچه داره دیدمش، بله که ستار خیلی آهنگ خونده. بله وقت که نگاه میکنی کتاب بازی میکنی یکی یکی ورق میزنی، من میتونم بگم مثلا از 10 ورق 5-6 تا ورق که بازی میکنه اسم من اون. ما این ورق و فیلم برداری هم کردیم، من باز میگیم توی وی آی پی که باش داشتم گرفتم بشیم. در آمریکا، یعنی تمام کارهایی که در آمریکا من خوندم، اینجا شما میتونی همه اینا رو ببینی. به ترتیب تاریخ خوندنا، آهنگ، شاعر، آهنگساز، تنظیم کننده، چه استودیویی، چه روزی من تمرینیشو خوندم، چه روزی اصلیشو خوندم و همه اینها اینجا هست. چون من اصولا سیستم کارم اینجوری، یه بار آهنگ اول میخونم، تمرینی نیم ساعتی استودیو میگیرم، بعد دفعه بعد حدود یک ساعت اون طول میکشه آهنگو بخونم که به اصطلاح دیگه کامل بشه. و اینا همه کارهایی است که در امریکا من خوندم. اتفاقا جالب بود این برنامه که وی آی پی داشت با ستار زد میکرد، اون روزا مثل امروز شد. یعنی من کار داشتم با ستار فرام، اومدم دیدم خشایار اونجاست، آقا ما رو کشید تو، مثل امروز که با کلا نشستم و داستان. اون روزم همین اتفاق افتاد. آخه واقعیتشو بخوای، من دوست دارم یه مصاحبه کلیشه‌ای بکنم با شما. آقا کجا به دنیا اومدی اینا؟ یه چیزایی هست من هر چقدرم که برم سرچ کنم بگردم وارتان آوانسیان نمیشم. ایشون کافیه فقط یه دکمه اینجا فشار بده، تمام اطلاعات اون موقع میاد بیرون و قشنگ میتونیم بفهمیم چه اتفاقات. بعد خاطرات مشترک شما بی‌نهایت زیباست. من از این حرف میاد خیلی چیزا. ببین من واقعیتشو به شما میگم، شما خودتون اینجا هستید، اسپانسوری تو برنامه این اکسپرشن استار میبینید؟ نه فعلا من نه. شما هم که میبینید پشت سر این تیوی پرژیا و این اکسپرشن کسی به جز خودم نیست. درسته. میرم جراحی میکنم، کار میکنم اینا. چرا که حالا من به شما بگم برگردم به اینجا، من میدونید عشق چی دارم؟ دوست دارم مملکتم هر کاری که میکنه تو دنیا اسمش به خوبی باشه. نمیخوام بگم ما ناموان باید باشیم، خیلی سخته، ولی حداقل کم نیاریم تو کنسرت ها، اوبرهازن، آتش بازی به موقع فلان، توی بالاترین بزرگترین کنسرت، بیشترین جمعیت ایرانی رو شما داشتید، تونستیم بیاریم وارد کنسرت ها. Oh,
زندگی یه وقت آگاهی پیش میاد یه اشتباهی ندیگه دیگه نمیشه واسه تو نمونده راهی تو میگی یه وقت آگاهی پیش میاد یه اشتباهی ندیگه دیگه نمیشه واسه تو نمونده همه آماده پرش همه کلاس کلاس و بی خیال آقا بپر همه آماده یک دو سه چهار من از این حیفی میاد این همه تو لس آنجلس تلویزیون هست این همه دم و دستگاه داشتین تا حالا یک آثار خوب که کسی بشینه با هنرمندم اینجوری بره تو خونش بره بالا سر این دفترچه آقای ستار یه فیلم برداری بکنی چه نکردی میدونی شما گنجینه های هنری ما هستید افتخار ما هستید شما آقای وارتان آقای ستار آقای داریوش و و و و و این واقعا یه چیزی که همیشه منو به عنوان یک ایرانی وطن دوست که عاشق خاکشه عاشق فرهنگشه عاشق موزیکشه اذیت میکنه واقعا خب ببینید این علاقه شخصی خود شما هستش و شوخی نیستش باید بیننده ها باید بدونه من چشم‌آذر ستار امید محمد مقر از آمریکا بلند شدیم اومدیم ترکیه خود خشایار جان که تو اروپا زندگی میکرد اومده اینجا و یه کرو 100 نفره دارن این برنامه رو دارن ضبط میکنن خب این علاقه هستش من اتفاقا به آقای شفیز میگفتم گفتم همه هنرمندا اینجا هستن تو استودیو دارید چیز شما یه برنامه اینجوری ضبط نمیکنید این نه اینکه بیاید ضبط کنید وظیفتون هست ضبط کنید به خاطر اینکه تاریخ باید در مورد کارهایی که بوده ثبت بشه هیچ کاری نمی کنن خب این درست نیستش به نظر من باید و این علاقه شما و پشتکار شما درصد یعنی میخوام بگم این واقعا افتخار بزرگی که ما شما رو داریم شما عزیزانو نشتیم. و باید راجع به این مسائل صحبت بشه کاملا خب بعد مثلا برای آقای امید هم دوست عزیزمونم کارهای زیادی برای امید جان تنظیم زیاد کم یعنی چند تا از کارهای خیلی معروف حضرت عشق و حضرت عشق و سر تو بذار شونه ها نمیدونم باران نه باران شو گونه کرد نه با اون یکی اونم با بی شروع میشه الان میخواست اتفاقا بخونه اون آهنگو با من نه دارن آره. خودشون هم اینجا تشریف دارن بله. درود به شما امید عزیزم باری کلمه میگم سر وقت اومدین چی بود اسمش ما بود؟ کارمون یه ذره طول کشیده سر ولی... بلند ها؟ بله تو سر تو بذارشون ها از ردیش کسی شما نقشی در سازندگی هست کشم داشتیم در مورد یا خیلی هم کمک کرد من میگم حضرت عشق سر تو بذار روشونه ها فرمان عشق فرمانش عشق خدایی عشق خدایی کاری هم که الان داره میاد بیرون و از همون کار بسیار زیبایی و همیشه منشوزان در کار هنری من خب ایشون چون چیز داشته نباشه باید بگم که آقای امید عزیز لطف دارن و میگن که نقش بسیار بزرگی شما در کار هنری این هنرمند عزیز ایفا کردیم و همینطور جناب وارتان حضرت عشق بفرما که دلم خانه تو حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست سر آمد هر بنده که دیوانه تو
سیرم سر تو، چشمای خیس و تر تو، بذار تا سیر نگاه کنم او بکشم پیرهن تو، بغل کن و به چسب بده بکش دوباره دست به جست و کسی رو بذار اینم تعریف بکنم. جالبه حالا امید پشت صحنه نیست ولی پشت صحنه هستش. یه روز آقای کیومرث سلیم‌پور روحشون شاد یه کاسیتو بود گفتش که ارتون اینو گوش کن، یه خواننده است، اینو خونده ببین چجوریه. بعد در ضمنم گفتش اینو بردم چه میدونم مثلا فلانجا والا گوش نکردن یا چه میدونم باید وقت میگرفتی از این داستان این چینی، یعنی به نشده بود. اینو من گذاشتم تو دستگاه پلی شد. موقعی که این صدا شروع کرد به خوندن باور کن تمام موهای تنم سیخ شد. یعنی گفتم گفتم این البته نه اینکه نمیخواستم چیه قسمت بیزنسیش بریم، نمیخواستم چه آقای سلیم‌پور خیلی اکسایتد بشم و بگم واو فلان از این حرفا، ولی در درونم این اتفاق افتاد. عجیب افتاده بود. گفتم این چیه؟ گفتم خیلی خوب تموم شد و قبول کردیم و آلبوم آماده کردیم و خواستم اینو معرفی بکنم تبلیغات. امیدم اصلا نایده بودم چون نمیدونستم چجوریه خب بعداً با عکس و تلفنی صحبت کردیم. من این قسمت اول اوورتور این آهنگ و قسمتی که شروع میکرد به آواز خوندن بدون تصویر امید، بدون عکس، فقط یه عکس و یه آبی بود و همین قضایی ها گذاشتم تو تلویزیون آقای شبخیز. وقتی که پخش شد خود شبخیز اومد گفت بارتان این کیه؟ این چیه؟ گفتم یه خواننده ای هستش که اسمش امیده و فلان از اینا. شاهکاره؟ گفتم بله منم میدونم شاهکاره. آقا با همین یه خط پخش کردن سیل تلفن بود که به کمپانی سرازی شد که آقا این کیه؟ چیه؟ آقا میخواییم فلان دم 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 که دیگه داستانش بماند برای ویاپی خودم بود. آره آره دیگه امید دیگه واقعا. نه شما امروز هم صبحانه که با هم داشتیم میخوردیم توی هتل با هم بودیم اتفاقا راجع به صدای بی‌نظیر امید عزیز داشتین تعریف می‌کردین. بله، که واقعا حرف نداره صدای خیلی زیباست. و بقیده من هر خواننده‌ای که میاد و سایب سبک میشه و میتونه خودشو اونجوری که باید و شاید در جامعه گل بکنه امید یه استثناست و تونست و واقعا صدای بسیار بسیار زیبایی داره. حالا بینندگان عزیز جالبه که امشب در فینال بزرگ هفته آخر نکست ورژن استار دوره ششم آقای منوچهر چشم‌آذر استاد بزرگ و هنرمند عزیزمون سوپرستارمون آقای امید میخونن و ایشون مینوازن یکی از زیباترین اثرات فکر کنم همین حضرت عشق هم قراره بزنیم. نه حالا هر چی که ایشون تصمیم بگیرن شاید بتونیم یه تیکه هایم از این صحنه ها رو بهتون نشون بدیم قبل از اینکه اصلا برنامه فینال شما ببینید. قبل از اینکه این مصاحبه رو که دارید پخش میکنید مطمئنا کارگردان برنامه‌تون میره موسیقی هایی که صحبتش بوده 100% اونا رو پیدا میکنه که لابلای صحبت های ما. اصلا برنامه وی آی پی ما اینه. شما آقای ستار هم دیده بود اینا کات میشه این برنامه که ما الان، ولی ما برنامه رو داریم به صورت زنده ضبط میکنیم، یعنی بدون قطع شدن. درسته؟ درسته. بله. فقط چیزایی که بین این برنامه کات میشه آثار صحبت هایی که داریم میکنیم این میاد، ولی برنامه ما قطع نمیشه، داریم یک سره میریم. بله میگم ما هیچ آمادگی نداریم. من واقعیت شو به شما بگم، من خواستم برم یه مقداری بیشتر اطلاعات جمع کنم، وارد که شدم گفتم نه وقتشو ندارم چون میشناسم من. بعدم از وارتان عزیزم خوشبختانه اینجا بود، کمک خواستم که بتونیم یه مقداری با هم یه صحبت خوب و دوستی داشته باشم. البته من که اینقدر کار کرده اینقدر کارهای زیادی داره که واقعا توی برنامه به نظر من نمیگنجه، ولی چیزی که همجور خیلی خالصانه بگم واقعا وجودش برای موسیقی مملکت ما گرانبها بوده و
خداوند حفظش بکنه و همه هنرمندایی که در هر صورت کار میکنن. ولی خوشحالی دیگه‌م اینه که بهترین دوستمه. ما مرتب همدیگه رو میبینیم، رفت آمد داریم و از این بابت آدم دوستای اینچنینی داشته باشه، شما جان و دیگران، چقدر خوبه. سرمایه ما همینه. بعد 100% ما پس میگیم که این در واقع قسمت اول مصاحبه وی آی پی ما با همه. یه قسمت دوم جاشو خالی میگذاریم که بعد بیایم شروع بکنیم آهنگ ها رو یکی یکی بیشتر روشون صحبت کردن. حداقل 1600 آهنگ اگه بخوایم بریم تو کار باید یک سالی ضبط داشته باشیم، شدنی نیست. ولی شروع میکنیم یک سری اونایی که هیت هستن، یعنی تقریبا میشه گفت واقعا همشون هیت هستن، انتخاب میکنیم و بیشتر راجع به صحبت میکنیم. حتما. بعد از انقلاب در لس آنجلس به جز امید عزیز و واقعا کارهایی هم که شما برای امید عزیز ارائه دادین جاودانی الان میبینیم بچه‌ها میان با چه عشق و علاقه میخونن. با هنرمندای دیگه چه کارهایی دیگه کردین که خیلی رو زبون افتاد؟ هیچ چه. با موئین کار کردی؟ با موئین بله. با ویگن کار کردی؟ با ستار کارهای زیادی داری؟ با شاهرخ؟ آخه بگیم با کی کار نکنیم؟ با همه کار نکنیم. اینه که همیشه میگم بدون وارتان شدنی نیست. من یدکی هم. این آقای وارتان همه اینفورمیشن این داره. آره یه جالب اتفاق به منچه داشته میگفتم ما داریم میگیم آمریکا خشای حتما تو رو میشینه پای مصاحبه و میخواد یه مصاحبه بگیره. برای اینکه میدونم اینم علی این که بره چیزی تهیه بکنه نیستش مثل الان که میپرسی. بعد من یه سری آلبوم های پکیج درست کردم در شرکت ترانه، آلبوم های چارتای گولدن هیتس. داشتم فکر میکردم اون خواننده هایی که منوچه باشون کار کرده، هایده، مهستی، همیرا، ستار، ایبی، داریوش، موئین، مارتیک، اینا رو بیارم ببینم چیا کرده که یه خود آمادگی ذهنی داشته باشه. آقا ما یه 20-30 تاشو نوشتم دیدم دیگه خسته میشم، گفتم آقا ول کن آقا نیستم خودت ترتیب شده. گفت آقا هر لیست رو به من داد. گفتم بقیهش کجاست؟ گفت من دیگه گفتم بخوام همه رو بنویسم که اصلا حوصله‌ام دیگه سر رفت. گفت هر چی رو بند میشه میدن پشت همش اسم تو با پشت سی دی. خانم هستی، خانم هایده، کدوم ترانه هاشو که الان شاید خاطر داشته باشیم؟ مثلا خانم هایده شانه هایت رو بذار. شانه هایت رو بذار تنظیم کرده. شانه هایت رو برای گریه کردن برای اضافه بکنم. این نمیگه من یه خود عجولم. وقتی میگم تنظیم، آهنگساز معمولا ملودی خوندن رو میسازه میده، ما بقیه کارها از نظر اوورتور گذاشتن، جوابها، همه رو ارنجمانیست انجام میده. یعنی در واقع توی آهنگسازی یه آهنگساز دیگه میاد اضافه میشه که اون قسمت شانه هایت رو، اون قسمت اولی که میشنوی، این شانه هایت رو برای گریه کردن دوست دارم. به به، میدونی که خشایار صدای بسیار بسیار صدای زیبایی داره و هر از گاهی که تو جلد آلن دلون میره اصلا دیگه داستان. البته خودش آلن دلون نه، خب برای اینکه قشنگ صحبت میکنه. آره. از اون نظر من موافقم با شما، برای اینکه قشنگ واقعا خشایار جان بهش هم گفتم چند بار یه توپق نزد خود هایشون رو بلده. ایشون هم مثل ما تو کار خودش نمبر وان. خانم مهستی عزیز،
خانم هستی از با خانم هستی هم خیلی کار کردم. میدونم به خاطر همین به خصوص. اینو بذار تو وی آی پی بعدی که بذارم تو وی آی پی یادداشت کنم. آره این ازش در بیارم. آره. میدونم با... به موین بی بی گل رو دادی. بی بی گل دو البته. بی بی گل اول. نه. ولی اونو بی بی گل اولی رو تنظیم شما نکردید. اونو فکر میکنم بیژن کرد. بیژن مرتضوی کرد. ولی... تنظیم های موین میتونی بگین سفر، حلقه تلایی، صحبت بخیر عزیزم. خیلی کار داره. چیه اومه جان؟ مسافر، بله. الان صحبت شد. با کدوم شاعر را بیشتر کار کردی؟ اینم یه گفته باشیم. اردلان سرفراز. با اردلان سرفراز کار کردیم. با خانم هما میرافشار زیاد کار کردیم. با لیلا کسرا کار کردیم. با لیلا کسرا زیاد کار کردم. با خانم هدیه بهش میگن. خانم بله. لیلا کسرا. با پرویز وکیلی هم کار داشتی؟ با پرویز وکیلی اون موقع که اون شعر میگم من آهنگ نمیساختم اون موقع. نه. با آقای پرویز مقصدی. اون موقع ایشون بچه بودن. آره. اون موقع هم که میگم همون 18 ساله بودم. درسته واقعا. با مسعود فرمانش هم زیاد کار داری؟ با مسعود فرمانش هم زیاد کار کردیم. آره. آره. با مسعود فرمانش هم زیاد کردیم. شاعرها که تو ایران هستن برای اینکه سالها اومدیم بیرون با خیلی هاشون من کار کردم. با ایرج کار داشتی؟ با ایرج یادم نمیاد. با ایرج یادم نمیاد. درصد من قولی که از شما میخوام بگیرم یک بار دیگه و قولی که از شما میخوام بگیرم که همراهیم بکنیم تو این مصاحبه به خاطر اینکه این یک گذشته یک گنجینه سرزمین ماست. کارها، آثاری که بزرگان موسیقی ما انجام دادن های من چشش بزن، برادر عزیزشون و دیگر دوستان، دوست دارم افتخار بدید توی اون برنامه بیشتر بیریم تک تک راجب کارها تا حدی که حالا جاش باشه صحبت میکنیم چشم. از هر هنرمند چند کار را انتخاب میکنیم راجبشون صحبت میکنیم. دیشب تو برنامه NPS خیلی جالب بود که گفته شد فقط صحبت از این نشه که این ترانه رو آقای امید خیلی قشنگ خونده، مرده. آقای داروش خونده، کی سال 2000 رو درست ساخته. کرده، مرده. ساخته، مرده. آفریده، مرده. اوکی؟ و واقعا اگر شما نباشین، اون هنرمند نمیتونین کار زیبا رو، و همه به هم ربط داریم، بیاییم دفعه دیگه بازش بکنیم و بیشتر صحبت با کمال میل، با کمال میل. من به نوبه خودم در درجه و از شما ممنونم که شما. بدون هیچ نوع اطلاعی باز دعوت منو پذیرفتی و با این کلاه زیبات و برند آدیداس اینجا باید البته باید نوشته میشد Next Persian NPS Next Persian Star ولی حالا دیگه دوست عزیز من همیشه واقعا یار و یاور من تو تمام این سالها بوده با کمک هم تیم مهربون و همه هم دوستش دارم بدون استثنا همه عاشقشن. من از خانواده خودم عاشقشن تا تمام این بچه‌هایی که میان اینجا میرن توی این خانواده بزرگ تیمی باشیم. ما فقط همین رو دوست داریم. این همیشه من میگم سرمایه همینه. عشق دوست داشتنه. ما هم همه شما رو دوست داریم. انشالله یه روزی بشه که منوچهر و ناصر دوتا برادر بغل هم نشسته باشن. شما بشینید وسط از دوتای اینو سوال کنید. ببین تاریخی میشه. حسن. افتخار بزرگیه که شما به جمع پیوستید. Next Persian Star امسال بوی دیگه ای داشت، هوای دیگه ای داشت، با منوچهر چشم‌آذر زیباتر شد و واقعا ممنون که با ما بودید. غیر از هنرتون چیزی که من خیلی لذت بردم و برای من شخصا خیلی مهمه این مهربون بودن، این عشقی که میدید و وقتی با بچه ها میشینید اینجوری با عشق که مجبوریم بلندتون کنیم بس دیگه آقای چشم‌آذر باید بریم دنبال کار بعدی ولی شما با عشق دست رد بهشون نمیزنین. ممنون. امیدوارم همیشه همینجوری که هستید شاد باشید، سالم باشید. قولی هم که من دادیم فراموش نکنید که یک بار دیگه اینو مطمئن باشید که فراموش نکنید. افتخار اینو داشته باشیم ما با شما باشیم و قسمت دوم مسابقه وی آی پی در شبکه تیم. مرسی که دعوت کردین منو. مرسی. سپاس فراوان. خانم آقایان همینطور که میبینید به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است.
به صد دفتر نشاید گفت وصف حال مشتاقین. قول بهتون میدم قسمت دومی هم این برنامه خواهد داشت. من خودم لذت بردم، امیدوارم شما هم لذت برده باشین. خدا یار نگهدارتون. مرسی. زندگی با تو چقدر قشنگه، خوبه، من آسمون عشق چه آب رنگه. خاطرت آید که آن شب از جنگل ها گذشتی، بر تن سرد درخت ها یادگاری نوشتی. وقتی که گل در نمیاد سواری این وقت نمیاد، به حرفم گوش کن یارم، به دردم گوش کن یارم، اگر بیهوده میگویم مرا خاموش کن یارم. چشم سیاه که مست و حیرونم کرد، شیشه عمرم و گلت شکست و بیرونم کرد، امان از اون چشم سیاه که مست و حیرونم کرد، شیشه عمرم و گلت شکست و بیرونم کرد. عزیزم غصه دنیا رو نخور، هرچی میشه بذار بشه، بگو که فردا رو خوشه، عزیزم یک دم دنیا رو خوشه. من به یادت خوابیدم، خواب دیدم همچی داشتیم رفته بر آب دیدم، بس که غصه خوردم از خواب پریدم، واسه بهش پول بار من قذر پر از تکرار اسم او با دلچسب اثر. دلم مثل یه باقه، باقه بهار نارنج، واسه تنهای پسته یه جای قلب تو دنج، هم که تو این زمونه عشق گرفته از یا، عشق گرفته از یا. صبحت بخیر عزیز، خدا نگهدار، با آن که دست سرده از قلب خسته تو گوید حدیث بسیار. دل ما رفته مهمانی به یک دریای طوفانی، ماید بارون نزد بادا، ماید دل رو به دریا دار. قسمت میدم پشت سر من، من مسافر، گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن، بیشتر از جونم من دوست دارم، این دم آخر، گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن.
برا بازه کردی آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود اومدی وقتی تو سینه